سلام بچه، خوش اومد به ویدیو دیگه از چنل امیر ایزد و موزلند و پرشین روز. قراره تو همه کانالمون باشه و با حضور امیر حسین. ویدیو امروز ویدیویی که همه از جوکر اسکی رفتن، خود جوکر هم اسکی رفته و همه داریم میریم، ما هم اسکی بریم. نیت همه اسکی برای خنده شماست، هر ما هم اسکی بریم. داستان میگیم، نفر یه جمله بچه هم بخنده دوبار حذف میشه و اونی هم که حذف میشه زامبی میشه، میتونه بقیه رو بخنده آزاد. بریم بریم بچه ها. ویدیو چند پارته؟ پارته یکی شد، پارته یک و دو و سه تو چنل من امیر و موزن جا میشه. این دفعه میدید چنل امیر میدید پارته سه. توی شب سرد زمستونی یه کارخونه قند بوده. چه نمیگی شب زمستونی خالی؟ خب زمستون کنه سرده دیگه، گفتن نداره که. توی شب زمستونی توی کارخونه قند، یه نگرمان کارخونه قند پر یا هجه فرمانشون میگی کارخونه قند. هر کارخونه میگه اوکیم دیگه، تو مشکل داری کارخونه دیگه ای باشه؟ نگهبان داشتی کیشیک میده خواهر مرگش؟ نگهبان داشتی کارگر، یک کارگر داشتی کیشیک میده، کیشیک میداده؟ کیشیک میداده؟ کیشیک رفته بود یه مونچه میبینه بابا اینونی خنده دیگه ما اول حرف بزنیم رفه شو یه دیره سوک شدت ما اول حرف بزنیم 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 کارگر رو میبینه بهش میگه سلام و چرا کارگر؟ مشکلی باید بگه دیگه بیشرف آقا توی شب زمستونی یه کارخونه بوده، نگهبان داشته کشیک میداده که یه مورچه میبینه. یه مورچه؟ این چیه در دستان تو؟ قند است؟ میگه نه شمشی ساموراییه دیگه، سوال نداری که. بعد نگهبان از شوخیه مورچه حالش به هم میخوره، یه لگه تو کونه مورچه میزنه و مورچه پرد میشه و رو هوا مورچه میگه پدرسک تو از کجا زبون منو میفهمی؟ همینجوری که میگه پدرسک یارو میمیره مورچه. مورچه که مگه تلخ رو تجربه کرده بود، ناگهان با نکیر و منکر روبرو میشه. نکیر و منکر میان بالا سر مورچه و از اون میپرسن چه گناهی کردی؟ هیچی، فقط یه لگد تو کونم خورده و خارم گاییده شده. نکیر و منکر که متوجه دروغ نکیر و منکر که متوجه دروغ او میشوند میگویند خفه شما در سک. اون میگه من تکون نمیتونم بخورم، ما در سک من شما نبودید خفه شما در سک. امید یه خندگیری فکر دیسید امید دیگه بلند آقا فقط بلند نخندگیری نه بلند نخندگیری آقا گفتش نکیر خود جونه نکیر گفت اسم تو نکیره یعنی کیر نداری؟ منکر گفت منکرش نیستم نکیر گفت چی؟ ما منکرش گفت ما منکرش نیستم گفت من هم بکیرم نیست نکیرم دیگه مرچه که از این کلمات زشت به سطوح آماده بود گفت شما چه فرشتگانی هستید من را به دنیا بازگردانید نکیر و منکر اینو به دنیا بازگردان خدا که از برگشت او عصبانی شده بود او را به انسان تبدیل کرد و اون انسان شد و رفت آن نگهبانی که اول داستان بود را کشت نگهبان وارد برزخ شد نکیر و منکر بر مرتبه هم علی مرتی تصور کردم دوباره خیلی هم دوباره هم بکنه رو بنه یه مرد میانسالی در یک کوهستانی بدون آب و غذا داشت میره که ناگهان در شب زرد زمستانی به کارخانه قند برخورد کرد و دید در آنجا پیرزنی زندگی میکند گفت مادر جان شما تنها اینجا چه میکنی؟ به پیرزنی اینجا رو جارو میکنم کشم جا نکنم پیرزن گفت دارم آب حوض میکشم حوض کشی مرد که از بیادبی پیرزن تعجب کرده بود و به مورچه کرد و گفت من الان این را میکنم تا حامله شوم تو غلط میکنی نو بکنی که حامله شم تو چیکاره که اینو بکنی که حامله شم پیرزن گفت خواهی مادی نکن برو کنار که مرد میانسال عصبانی شد و شلوار خود را پایین کرد پیرزن که نگران بود چیز زشتی اون زیر باشد دید هفتیرش در زیر شلوارش است پیرمرد هفتیر را در آورد روی مورچه گرفت پیرزن جیغ میزد جیغ 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 مورچه را که کشت پیرزن را حامله کرد
خواهی من چرا تصور میکنم شوهر پیرزن وارد صحنه شد قه قه میزد گفت احمق پیرزن یائسه است حامله نمیشود اما آنها گول خورده بودن پیرزن بچه‌اش هم به دنیا بود اون بچه نکیر بود بچه چی؟ نکیر بیداش منکر بچه نه نخندی این داره پاره میشه اینو نگاه نکنه من میگم اون بچه نه نکیر فقط فعلا به دنیا اومده منکر منکر الان به دنیا نمیاد برگشت کلام نکیر منکر منکر مزبط میشد حتی منکر حاملگی شد نکیر رو به مورچه کرد و گفت به دست سک پس منکر کو اونم بیا بیرون مورچه در کمال ناباوری گفت من منکر هستم یه واقعا داری میخندی همین همین دیگه واقعا داری میخندی داری میخندی داری من دندونم معلومه نه که حقه زدم من هم میدونم اقلا اینجی داری میخنده خنده 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 من منکر هستم و آن دو دست برادری به هم دادن و به سمت شوهر پیرزن حرکت کردن گفت حالا تو هم به سرنوشت پیرزن دوچار شدی تو رو هم میکنی ناگهان هاشم از خواب پاشد و نکیر منکر رو دور خود نکیر منکر رو به هم کردم و گفتم هاشم پونت باره است هاشم دوباره خوابید مورچه آمد به سمت پیرزن مورچه آمده بود از پیرزن بپرسد که چرا اسم من رو نکیر انتخاب کرده ای چون مادرش بود دیگه مادرش انتخاب کرده همان لحظه مایکل جکسون به صورت مونواک وارد صحنه شد این دیگه بده و داد میزد نکی میگفت بس است اینقدر مرا صدا نکن مادرم ناراحت میشود مادرش گریه میکرد گفت منکر این بیکیر بخشی نکی را بردار مادرش گریهش رو تمام کرد و گفت به تو ربطی نداره بکیر علت این پیشش صدا چیزی نبود جز کوهستانی بودن منطقه من جور آبی هم وقتی که نکیر منکر به هم درگیر بودن ناگهان آرمیشو از خواب پاشد و تعجب کرد دروارش رو نگاه کرد نوری از سمت اتاق به اتاق او که تصور میکرد معجزه ای رخ داده است آرام به سمت در رفت و دید رینگ لایتش روشن است گفت من این رینگ لایت رو روشن نکردم کار کیست همان لحظه نکیر منکر از پشت سر اومدن بیرون گفتن کیرت کردیم آرمیشو هنوز درست از خواب پا نشده بود با پاشیدن آب به صورت خود کامل از خواب برخیست ناگهان نکیر صبحانه آرمیشو رو آورد در باز بود نکیر بود دوباره گفت بازم کیرت کردیم خلاصه سوئد شهری پرتوهم است برگردیم به تهران ایزد از خواب بیدار میشه و منکر وارد میشه و برای صبحانه میآورد میگه امشب جلسه داریم بازم کیرت کرد توهم تمام جهان رو فرا گرفته است ناگهان نکیر از خواب بیدار شد و این بار ممکن فرا گرفت صبحانه آورد خداوند که دیگه جهان هستی رو در بلبشوی توهم دیده بود همه را از خواب بیدار کرد و نکیرها صبحانه برای همه آوردن این خنده حساب نمیدونم من خنده من حساب میکنم دندونش معلومه داره میخنده دیگه دهنش باز اینجوری میخنده و میگه قبول نیست فقط صداش نمیاد بیرون اما یه دونه از المانای خنده رو حذف میکنه میگه من نخندیدم باز دهنش باز میگه من میگم من نخندیدم که صدام نمیاد بیرون و اینجوری میگه انا مانا شد اما المانی که بعد بخندی که شو از میکنه اوکی نکیرها همه صبحانه رو برای همه مردم جهان آوردن به همه منکرها گفتن کیر شده این تو سن این همین گفت دیگه خدا از خواب پاشد جهان در آرامش خود نه نکیری صبحانه می آورد نه منکری می خواهی اول تو خندی به قرآن خنده خندم گرفت آره بابا نه نکیری صبحانه می آورد نه منکری کیر می کرد جهان بدون نکیر و منکر چی شده بوده اما لحظه خداوند کامران و هومن را جلوی خدا برد گفت از امروز وظیفه نکیر منکر به عهده شماست کامران و هومن که تعجب کرده بودن گفتن تا وقتی اندی هست ما چرا و خداوند پرسید اون موبلنده کامران بود یا هومن چیزی بر منم سوال موبلنده کامران موکوتای گفت من هومنم این کامران اونجا بود که ابوالفضل پور عرب و فریبرز عرب نیا وارد شدن و گفتن تا ما هستیم چرا کامران و هومن همه که در بحث و جدل بودن ناگهان نکی شیرینی آورد و این همه پخش
پخش میکرد میگفت نوبت شماست، نوبت شما، نوبت شما، نوبت شما. منکر اصلا تا قهقهی بلند سر گفت همه تونه گیر کردی. نمیخواد ناگهان منکر که داشت همه رو مسخره میکرد، نکیر از خواب بیدار شد و دید همه اینها رویای نکیر است و منکر برایش صبحانه آورد. صبحانه انگلیسی پوره یه توی دره میاد تو خدا ریدم چیزه. همان لحظه نکیر زودتر سینه شایی گفت باز من کیلت کردم. نکیر بهش گفت که تمامی این اتفاق ها در دوره حاملگی آن پیرزن میگذشت. وقتی حامله بود بین نکیر و منکر بود و پیرزن چیدو داشت میزاید. ناگهان آروینشو نازل شد. همان لحظه آروینشو آمد و گفت یه روز یه آقایی داشته انگور میخورد. یه ره گذر رد میشه میگه جناب آقا چرا انگور رو اینجوری میکنی دهنت میای بیرون؟ این که اینجوری اونجوری میخورن هالیوه هالیوه. حالا من نکیر وارد شد و برایش هلو آورد. اینم هالیوه. شوهر اون پیرزنه از خواب بیدار شد و دید همه ای آنها رویا بود. ناگهان نکیر با صبحانه وارد همان لحظه پیرمرد ماسکش رو در برش ایراد ملکی بود. گفت توپولو هم توپولو صورت هم هست مثل هلو. توپولو از خواب بیدار شد و این دفعه نکیر با صبحانه دوباره به سمت توپولو رفت. مادر توپولو بیدار شد و نمیذارم پسرم کیر کنی. پدر.